فصل چهارم دبویز، بریم ببینیم چه خبره. خب فصل چهارم دبویز هم تموم شد، فصل چهارمی که تونست به هر حال راضی کنه طرفدارا رو. حالا فراز و نشیب خیلی داشت و توی این ویدیو نمیخوام خیلی به بررسی جز به جز فصل چهار اشاره کنم، به حال اشاره کردن، طرفداران سریال رو دیدن. به صورت کلی میخوام در مورد این مسئله صحبت کنم که فصل چهار در مجموع چه نکات مثبت و منفی داشت. میگم نمیخوام اپیزودیک بررسی کنم و خیلی تایم ویدیو طولانی میشه، حقیقتا میره به سمت تحلیل و مشکافی. به نکات مثبت سریال میرسیم، ولی میخوام در مورد نقاط ضعف فصل چهارم صحبت کنم که به هر حال ملموس بوده. یکی از مهمترین نکات ضعف فصل چهارم که به نظرم از فروش و محبوبیت زیاد این سریال میاد اینه که خیلی سعی میکنه که موضوعات رو کش بده. خب یعنی که هی سعی میکنه به آینده موکولش کنه، هی سعی میکنه که یک وعده بده برای اینکه بخواد فصلهای بعدی رو بسازه، و این موجب شده که فصل چهارم یک سری ایده ها مطرح شه، یک سری موضوعات مطرح شه که سرانجام مشخصی نداره، مثلا پیر شدن هوملندر. خیلی خب این موضوع جالبه، میتونه باشه، یک سری چالش ها میتونه توی فصل چهارم ایجاد کنه، ولی به اون صورت بهش پرداخته نمیشه و این موضوع جوره خیلی ساکن میمونه و در نهایت به نظر میرسه هدف سازنده‌ها این بوده که بفرستیم فصل پنجم. خب از این دست موضوعات توی هوملندر، در واقع توی دی بویز فصل چهارمش زیاد داره اتفاق میفته. موضوعاتی که دارن مطرح میشن ولی سرانجام ندارن، موضوعاتی که مطرح میشن و موکول میشن به آینده. این معضل در سینما هم هست، در فقط سریال سازی نیست، توی فکر کنم سری فاست اند فریوس و یا کلی فیلم های دیگه که خیلی پرفروش دارن میشن، خیلی محبوبن، تهیه کننده ها دارن سعی میکنن که تمام این بار مالی رو از این دوش سریال بکشن بیرون، در واقع جیب تماشاگران بکشن بیرون و اینقدر سود مالی داشته باشن که دیگه خیالشون راحت باشه از بابت اتفاقات سریال. از این جهته که یه دفعه شما میبینید در فصل 4 مثلا موضوعات مطرح میشن سرانجام ندارن و این به نظر میاد که از نقاط ضعف سریاله. یا مثلا کاراکتر استارلایت، خب این استارلایت دچار یه سری تردیدها میشه در فصل 4، تردیدهایی که حالا در قدرتش داره، در استفاده از قدرتش داره و توضیح کافی داده نمیشه که چرا اینقدر مردده، چی شده که اینقدر یک عامل مهم بوده برای اینکه این بخواد در مورد قدرتش تجدید نظر کنه. از این دست گفتم، از این دست اتفاقاتی فصل 4 متاسفانه رخ داده. دلیلش این بوده که کلا اینا رو بفرستیم سمت فصل 5 و به نظرم از بابت فیلمنامه یه مقدار فصل 4 رو در شرایط بدی قرار داده. یه نکته دیگه که به نظرم قابل ذکره، اپیزود پایانی فصل 4 هست، جایی که یه پیشبینی جالب داره اتفاق میفته در خصوص ترور ترامپ، هم میشه بهش ارجاع داد، در واقع اپیزود ترور هست. یه ایده داره سریال مطرح میکنه که به نظرم قابل تأمله. داره میگه که هوملندر و دم و دستگاه دوستاش شبیه ترامپن، شبیه وطن پرستایی که بیشتر دنبال قدرت و دیکتاتوری هستن تا کشورهای داستانا. ولی ایده ای رو داره مطرح میکنه، میگه که خب اون سمت هم خبری نیست، فکر نکنه اونم گل و بلبله، ولی از این بهتره. ایده خطرناکه، ایده بدیه، به ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه، به هر حال ما تو آمریکا زندگی نمیکنیم، ولی برای تماشاگر آمریکایی به نظرم قابل تحمل این قضیه که صنعت فیلم و سریال که خب تماما در اختیار چپ هاست داره سعی میکنه که مخاطب رو به این سمت ببره که آقا شما حواستون باشه ترامپ که بهش رأی ندید. یه مقدار از کیفیت کار داره کم میکنه، یه مقدار از اون بار سرگرمی داره دور میشه. در واقع به نظرم تأثیر گذاشته توی فصل چهارم. اما نکته مثبت فصل چهارم که باید بهش اشاره کرد، بدون شک شخصیت هوملندره. این شخصیت کماکان جذابترین بخش سریاله. به نظرم پیشبینی ناپذیر بودنش، به نظرم خشن بودنش و یه جورایی یک کرکتری ساختن که این کرکتر قابلیت اینی داره که سریال رو یکی دو فصل دیگه هم حتی ادامه بده. این کرکتر خوبیه، توی فصل چهارم هم خوبه، کارهای جالبی انجام میده، اتفاقات جالبی رقم میزنه و حالا با ترکیبش با بوچر و شخصیت‌های دیگه به هر حال تونسته سریال رو جلو ببره. توی این فصل محدودیت در واقع سیاسی نداشتن، محدودیت استراتژی نداشتن و کلا میافتن به جون هم دیگه. به نظرم از وجه سرگرمی سریال میشه لذت برد. میگم البته گفتم یک بخشش سیاسی هست، سیاست قاطی شده، خیلی جذاب نیست، ولی کماکان سرگرم کننده است و در فصل چهارم واقعا تماشاگر سرگرم میکنه. در نهایت باید بگم که نمره که میشه به فصل چهارم داد، واقعا شاید بشه بهش گفت 8 از 10. سریال کارشو داره انجام میده، سرگرم کننده است، خشونت خوبی داره سریال، خشونت جذابی داره که
یکی از عوامل جذابیت سریاله. به نظرم خوشونتی که کار میکنه، تقابل شخصیت ها با هم دیگه جذابتر شده، روند داستانشون، ارتباط داستانشون با هم دیگه جذابتر شده. توی اپیزود آخر در واقع کولاک کاره خیلی خوب کار در میاره برای فصل بعد، همه رو منتظر نگه میداره و در کل میشه با فصل 4 سریال The Boys فصل به نظرم موفقی بوده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. دم شما گرم و خدا نگهدار.